زینبم، من کلب زینب، مجنونه رقیم رفتونه رقیم ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمین، مالک زمین ما. شما قبول ندارم از زمین میرم، اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن، علی و معاویه یه جا برن، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده میکنه منو به حضرت بکنه، امام حسین در ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علی خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر رضا. وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخواه مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت یعنی منو بل من جن طب، یعنی منو بل من جن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام و رحمت الله بر شما بینندگان عزیز. ما صفحه 229 و 230 قرآن کریم رو با هم میبینیم و شما ببینید که در این دو صفحه، فقط در این دو صفحه، اونم در بعضی از آیات این دو صفحه، همش هم نمیخوام بیارم، ببینید چطور پیاپی ثابت میشه که روحانیت شیعه به شما دروغ گفته. از خودم که نمیگم، اگر حرف من اشتباه است بیایید که بگه، برید آقا بپرسید، بگید اشتباه سجودی در این تفسیر این آیات از کجاست. به خدا اگه تفسیر باشه ترجمه آیات، منتها انسان که آیات ترجمه میکنه یه چیز ازش میفهمه دیگه. خب بیارید، ما در سوره هود هستیم امروز، لطفا تا فرمان بیارید صفحه 229 سوره هود جزء 12 قرآن، آیه‌ای که براتون انتخاب کردم صفحه 29 230 دیگه، آیه 69 و به بعدش هست. ببینید ترجمه‌ش هم آوردم، خودتون نگاه کنید ببینید کجای حرف من غلطه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. میگه به درستی که فرستادگان ما اومدن پیش حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم خودش رسول بود، فرستاده خدا بود. فرستادهایی که پیش ابراهیم اومدن یعنی فرشته ها بودن، درست؟ معنی شما اینه فرستادگان، فرشته های ما همراه با مژدگانی پیش ابراهیم اومدن. بلبشرا یعنی با مژدگانی اومدن. اول چیزی که گفتن قالوا سلاما، گفتن سلام علیکم. حضرت ابراهیم جوابشون رو داد، قال سلام، سلامشون رو جواب داد. فما لبث ان جاء بعجل حنیز، دیگه زیاد وقت تلف نکرد از ابراهیم که شما کی هستید، چی کاره هستید، چی کاره نیستید، رفت براشون یه گوساله بریان آورد، یعنی یه گوساله رو ذبح کرد، دیگه باشون حرف نزد تا اینا استراحت کنن. رفت براشون یه گوساله رو ذبح کرد، با تو قدیم اینو در خاک گرم میپختن، یعنی ریگ گرم رو روش از چهار طرف گوشت میذاشتن زیرش، این پخته میشد، خیلی خوشمزه در میاد اگه خورده باشین، هنیز عربا میخورن، خیلی غذاش خوشمزه در میاد. خب بهترین غذا رو براشون آورد، طبعا نونم حتما آورد، سالادم آورد، چیزی که خود خونه بود آورد. بلکه اینجا یک نکته است، اولا چیزی که ما باید یاد بگیریم از آیات قرآن این نیست که آقا عمر حق علی رو خورد، اینا چرت و پرتا چه، سر امام حسین قطع شد، این به چه درد ما میخوره؟ سر امام حسین اصلا چرا قطع شد؟ برای اینکه اسلام به ما برسه. اسلام چیه؟ یکیش همین مهمان نوازیه. حالا تو آیات بعد تو همین صفحه بازم مهمان نوازی حضرت لوط میبینید، تعجب میکنید که چطور مهمان داشتن اینقدر مهمه در اسلام. آقا حضرت ابراهیم نمیپرسی که شما کی هستید، چی کار دارید، برای چی اومدید. بهترین غذایی رو که میتونسته بریان کرده، هنیز گوساله براشون، نه یکی نیم کیلو گوشت نیورده، گوساله کامل آورده سه نفر بخورن.
مهمان نوازی دیگه به اعلی رسونده. خب حالا پیرمرد هم هست بیچاره، حضرت ابراهیم در این وقت پیرم هست، هیچی بهانه نبوده برای مهمون غذا آورده. اینجا اولین چیزی که ما میفهمیم که پیغمبران پشت گوش خدا نمیدونن چه خبره این است که حضرت ابراهیم اینا رو فکر کرد آدمن، چون به شکل آدم اومده بودن، پس غیب نمیدونست. یعنی ابراهیم میدونست که فرشته غذا نمیخوره، یا غیب نمیدونست، یا اگه میدونست فرشته هستن نمیدونست که غذا نمیخورن، در حالی که ما میدونیم که غیب نمیدونست، فکر کرد آدمن. خب چرا این آخوندا میگه آقا نمیدونم امام رضا از هر چه خبر داره؟ آقا چه دلیلی؟ حضرت ابراهیم میفهمید که خیر امته، ما اصلا بر ملت ابراهیم هستیم، بر امت محمد هستیم صلی الله علیه و آله و سلم، ولیکن بر ملت ابراهیم علیه السلام هستیم. خیلی البریه است، ابراهیم شوخی نیست. ابراهیم دو آتش برش گلستان شد، اینم آخر عمرش. شیعه میگه که آقا ابراهیم اولش پیغمبر بود آخرش امام شد، چرت و پرت میسازه. آخرای عمرشه، هنوزم امام نشده، امام 5 ساله شما، تو دل مادر حرف میزنه امامه، همه چه خبر داره. حضرت ابراهیم پیرمرد، هنوز نمیدونه تو خونه ست مهمون اومده، بابا اینا غذا نمیخوره، چرا خودت تو زحمت دادی گوساله رو کشتی؟ پس غیب نمیدونسته ابراهیم. حالا علمای شیعه رو بگو ها ها اینجوری اینجوری میکنه، میگه سجودی چرا دماغش کج، ابروهاش پر پشته، نمیدونم چرا اینجوری، بابا جواب آیه بده، خجالت بکش، حیا کن، شرم کن. نه اصلا حیا نکن، شرم نکن، آزرم نکن، از خدا بترس، از به آخرت خودت فکر کن، هم خودتو گمراه میکنی هم مردم رو. این قبر پرستی میخوای پول جمع کنی، چقدر مگه میخوری؟ یک بابای یه پول برمیداشت توی خاک پنهان میکرد، طلا رو، یکی دید اومد همه طلاش برد، سالا این کارو میکرد، ایش زد تو کله خودش طلای منو بردن. یه آدم صاحب دلی گفت بابا جون یه سنگ جاش بذار، سرش بپوشون، تو که استفاده نمی کنی، چه طلا باشه چه سنگ باشه. حالا یا خونده هم موقع که ما میخوریم شما میخورید، شکم شما در یک روز که دو تا مرغ جا نمیشه، یه مرغ میخورین دیگه. اینو که خدا به همه میده دیگه، به کافر میده، به مسلمان میده، به منافق میده، به هر کس میده. این چه هرسی است که میزنید آخرت خودتون رو خراب میکنی؟ یا آیه رو جواب بدید. پس فهمیدید که نمیشناخت، نگاه کنید معنیش هم ببینید. فرشتگان ما همراه با مژدگان پیش ابراهیم آمدند، بدو سلام کردند، ابراهیم جواب سلام ایشان را داد، آنگاه هر چه زودتر گوساله بریانی را برشون آورد. این یک به قول امروزی ها سوتی، اگر که هر اگر پیغمبر بود که پیغمبر غیب بدونه. دومی، فلما را ایدیهم لا تصل الی نکرهم، میگه وقتی دید، لطفا بیارید، وقتی دید که دست اونها دست به غذا نمیزنه، خب فرشته بودن دیگه، نکرهم، این چی شد؟ ترسید، اول بدش اومد، باز ترسید، چون که و اوجس منهم خیفه، و خیلی ترسید. چرا ترسید؟ حالا یک خراب بابا فرشته خداست، پیغمبر خدا، چرا از فرشته ترسیدی؟ علم غیب نداشته؟ دیدی مهمونا غذا نمیخورن، چون قدیم اینجوری بود که نون یکی رو خورده بودی دیگه نمیتونستی به اون بد کار بد کنی. یعنی چرا که نون نمک خوردیم تا امروز، این مثالش هست اگه عملا نیست، ولی مثالش هست که نون نمک فرانی رو خوردیم، وقتی میرفت خونه کسی برای کشتن یا برای کار بد دیگه غذاش نمیخورد، نمکش نمیخورد، اونام نخوردن. اینجا ابراهیم بیشتر ترسید که وای اینا که قاتلا هستن اومده منو بکشن، و اوجس منهم خیفه، از اونا ترسید. مگه پیغمبر خدا نیستی؟ از فرشته خدا میترسی تو؟ اونم ابراهیم، نه پیغمبر کوچیک. پس غیب نمیدونست. باز برو با عالمای شیعه بگو آقا این چی میگه، تو چی میگی؟ باز کلش تکون میده، میگه آقا سجودی وهابیه، سجودی نمیدونم دروغگو، سجودی فلان. بابا آیه قرآن دارم بهت میگم، از خودم نمیگم، سوره هود، آدرس بهت میدم، آیه 70. فرشته‌ها دیگه دلشون سوخت یا دلشون نسوخت، وقتی دیدن که اوضاع اینجوریه، ابراهیم ترسیده، زبونش بند اومده، برای اینکه غذاش نخوردن. آخه مگه میشه؟ اون موقع که رستوران نبود، مسافر خب از اون شهرش نبودن که، دید از یه جایی اومده ناشناسن، اون موقع شهرها کوچیک بود، همدیگه رو میشناسن، چطور این همه راه اومده غذا نمیخوره، اونم غذای به خوشمزگی؟ فرشته‌ها بهش گفتن قالوا لا تخف، نترس ابراهیم، چرا ترسیدی و لرزیدی؟ نترس، نگاه کنید، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى
قوم لوط، میگه ما رو میریم که قوم لوط رو که کارهای بد میکنن لوات میکنن رو میریم طرف اون، که حتما دیگه ما فرشته هستیم. بهشون گفت ما فرشته هستیم، ما داریم میریم طرف قوم لوط که قوم لوط عذاب کنیم و پیغمبرشون رو نجات بدیم. معنیش هم همینه. هنگام دید که آنان دست به سوی غذا نمی دراز نمی کنن و لب به غذا نمی زنن، پیش خود فکر کرد که دوست نیستن و سر جنگ دارن، این است که نمیخوان غذا بخورن، لذا از ایشان رمید، یعنی ترسید و بعدشان دید، یعنی از ایشون بد اومد، بعدش اومد و حراسی از آنان به دل راه داد. نکره هم همش همین معنی میده. گفتن ما ترس نترس، ما فرشتگان خداییم و به سوی قوم لوط روانه شدیم تا آنان را هلاک کنیم. خانم شما اونجا ایستاده دیگه، زنا کاری نداشت، خبر به من میسه امروز که تلویزیون و رادیو و اینترنت نبود، مهمان اومده، خانمش هم فالگوش ایستاده یا تو اتاق ایستاده یا یه گوشه ایستاده، ننشسته با این جوونا. وقتی شنیده و امراته قائمتون فضحکت، زن به حضرت زن حضرت ابراهیم اونجا ایستاده بود، فضحکت خندید، از این خندید که قوم لوط میره به نجات حضرت لوط، چون فامیل اینا بود دیگه، حضرت لوط فامیل برادرزاده یا خواهرزاده حضرت ابراهیم بود. اینجا یک چیز دیگه هم بهش گفتن، فبشرناها به اسحاق و من ورای اسحاق یعقوب، میگه بهش بشارت داد فرشته ها، گفتن آقا باب خدا به تو یک فرزندی میده اسحاق، بعد از اون فرزند نوت یعقوب میشه، از یعقوب دیگه 12 تا پسر در میاد، یوسف و فلان و فلان. معنیش ببینید، همسر ابراهیم اونجا ایستاده بود، از این خبر که آنان فرشتگان خدای برای نجات برادرزاده شوهرش لوط و سایر مؤمنان از دست کفار آمدن، شادمان شد و خندید. ما توسط همان فرشتگان بدو، یعنی به اون زن، مژده تولد اسحاق از او و به دنبال وی تولد یعقوب از فرزندان اسحاق رو دادیم. خب حالا این خانم دیگه کی است؟ حضرت سارا است دیگه. حضرت سارا مقام کوچیکی که نداره، زن پیغمبر است، مادر پیغمبره، مادر بزرگ پیغمبر است، مادر بزرگ پیغمبرای دیگه است، یک زن صالحه به اصطلاح با مقام بالا. این آخوندکای شما رو که دفن میکنید و میرید ازش حاجت میخواید غیب میدونن، اما این خانم هم غیب نمیدونست، معلوم است که نمیدونه. وقتی شوهرش نمیدونه جایی که عقاب پر بریزد، از خانم سارا چه خیزد؟ این چه کار میتونست بکنه وقتی حضرت یعقوب، حضرت ابراهیم نفهمید؟ ولی بعد از اینکه بهش خبر دادم یقین نکرد. آیه بعد ببینید، که ببینید قالت، بعد از اینکه این شنید، یا ویلتا اعلیدو و انا عجوز، میگه مگه همچی چیزی ممکنه؟ وای بر من، این مگه ممکنه؟ من که عجوزم، من که پیرزن هستم، من چطور میزام؟ و هازا بحلی شیخا، پدر شوهر منم که خیلی پیره، چطور ممکنه ما بذاریم؟ من بذارم شوهرم مثلا بتونه مثلا بالاخره یعنی از ما بچه متولد بشه؟ تعجب میکنه بعد از اینکه چی دادن. پس اینا ببینید انسانهایی بودن، انسانهای پاکی بودن، اما این چیزایی که شیعه میگن نبود. ان هازا لشیء عجیب، این خیلی عجیبه. سارا داره اینه میگه ها، فرشته ها باش بس میکنن. قالو اتعجبین من امر الله، میگه خانم از کارهای خدا تعجب میکنی؟ عجیب از تو، از کارهای خدا تعجب میکنی؟ در حالی تعجب میکنی که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. اهل البیت اینجا ببینید، اهل البیت اینجا ببینید، دارن فرشته ها به خانم سارا میگن، میگه چرا از امر خدا تعجب میکنی در حالی که رحمت الله و برکات او بر شما اهل بیت است، یعنی بر تو خانم سارا، بر تو هم هست، تعجب نکن. پس زن اهل بیته. ای خبیثایی که حضرت عایشه رو فحش میدید یا توهین میکنید، باز دوستار اهل بیت خودتون رو میدونید، والا اولاغ از شما بیشتر میفهمه که این کارو میکنید، قسم به اولاغ که دیگه فحش نمیده به زن پیغمبر. این چیه آیه؟ زن سارا رو داره، اصلا فرشته با سارا صحبت میکنه، میگه چرا تو تعجب میکنی در حال که رحمت الله و برکاته علیکم اهل بیت بر شما اهل بیت است. حالا اینجا علیکم اومده چرا؟ که داره که این زنه، برای که اهل بیت، اصلا اهل بیت بدون یه مرد متصور نمیشه، یعنی هم تو هم شوهرت، دو نفر بودن، بچه هم نداشتن، هنوز حسین حسن هم پیدا نشده. برکات خدا بر شما اهل بیت است. شما میدونید در زبان عربی وقتی که یک مرد باشه 100 زن هم باشه بخوای اینا رو مخاطب کنی،
لقب چیز مذکر میاد، ضمیر مذکر میاد، غالب مثلا مرد بر زنه، حال ولی که اون صد تا باشه یکی باشه، این دیگه مشخصه، چیز کار نداریم. خلاصه بس زن اهل بیت، اینم یک دروغ دیگه. پیاپی قرآن ثابت میکنه. موضوع برنامه ما چیه؟ قرآن پیاپی میفرماید که آخوندهای شیعه تکذاب هستن. تا حالا چند تا دروغ ازشون به دست آوردیم دیدی؟ حالا یک دروغ دیگه که میگن آقا امام رضا نه، چه تو اول برنامه چی میگه؟ تو که میری میگی امام رضا، نگو از خدا نخواه که حاجت منت بده، اراده امام رضا اراده خداست. اون اسمش هم دانشمند گذاشته که از اون جاهلتر والله کسی باشه. حالا گفتم والله از اون جاهلتر از خودشون هم یکی باشه، یعنی حالا والله گفتم اگه هم جاهلتر از پیدا بشه از خودشون پیدا میشه. خب حالا ابراهیم تیگه ترسش ریخت و براش مژده آمد. و ابراهیم یک پیغمبری بود که خیلی دلسوز بود، لازم نبود که تو بری ازش حاجت بخوای تا برات شفاعت کنه. ابراهیم اینقدر چون که ابراهیم دیگه گفت مقامش که اینطوری نبود که ابراهیم برای قوم لوط شفاعت میکنه. من نمیگم، قرآن میگه و زنده هم هست. نگاه کن، فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. میگه وقتی که ترس از ابراهیم فرو ریخت و مژده بهش رسید، حال ابراهیم خندید دیگه، خوشحال شد. این الان اومد میگه که چی میکنه؟ یجادلنا، خدا الله میفرماد، میگه به ما درباره قوم لوط حالا بحث میکنه که این فرشته اومدن قوم لوط از بین ببرن، خدایا این کار نکن. خب هنگامی که خوف و هراس از ابراهیم دور شد و مژده تولد فرزند به او رسید، دلش به حال قوم لوط سوخت و با فرشتگان ما شروع به مجادله و گفتگو درباره هلاک قوم لوط کرد. یعنی اومد شفاعت کنه و خداوند هم تعریف میکنه از ابراهیم. ببینید، ان ابراهیم، یعنی به درستی که ابراهیم، لحلیم اواهم منیب، ابراهیم میگه که حلیم بود، بردبار بود، آکشنده بود، یعنی همیشه استغفار میطلبید و توبه کار بود. ببین چه صفاتی خدا به ابراهیم نسبت میده، نگاه کن چه صفاتی نسبت میده. برگردیم تا فرمان رحمت هم میگه بر سرش هست، برکات هم هست، نسبت هم اینطوری بهش میگه که حلیم است، اواهم منیب است، همه خوبی‌ها رو به ابراهیم نسبت میده و حق هم است. با این وجود شفاعتش رو قبول نمیکنه و اینقدر دوستش داره. مثل حضرت نوح هم نمیگه که من تو رو نصیحت میکنم جاهل نباش، در مورد پسرت شفاعت نکن. اینجا میگه ابراهیم جان تو حرف نزن، ساکت باش، این نیست، کار به دست تو نیست. آشیه میره امامزاده صالح حاجت منو بده، نمیدونم امام رضا حاجت منو بده. بابا کار به دست اینا نیست، اگه بود اول به دست ابراهیم بود. اینم شفاعت دروغی که شیعه میگه. به اذن الله حضرت امام رضا شفاعت میکنه، به اذن الله حضرت عباس شفاعت میکنه. اذن کی بداده؟ این اذن به ابراهیم نداده. در ضمنی که داره از ابراهیم تعریف میکنه میگه این اذن تو نداری، تو ساکت بشین. و چون اینقدر ابراهیم رو خلیل الله است دیگه، ابراهیم رو دوست داشته، بهش میگه که لطفا صحبت نکن، چیز ناممکن نکو، از من نخوا، چیزی که به تو مربوط نیست از من نخوا. خب میگه یا ابراهیم اعرض من عن هذا، بیارید نگاه کنید، میگه ای ابراهیم از این دیگه روی برگردون، این درخواست دست بکش، از این دست درخواستش دست بکش، این درخواست نکن، این قابل قبول نیست دیگه، خودتو زیاد شیرین نکن. انه قد جاء امر ربک، دیگه کار امر خدا اومده، واسطگی تو کاری نمیکنه. و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، میگن این عذاب حتما میاد، این رد شدنی نیست، ما این باید لوط از بین میره. خیلی خوب، فرشتگان به او گفتن ای ابراهیم از این جدال و درخواست رحمت برای قوم لوط دست بکش، فرمان پروردگار درباره هلاک ایشان شرف صدور یافته است و به طور قطع عذاب به ایشان میرسد و با جدال و التماس تو برگشت ندارد. شما دیدید در داستان حضرت یونس، قوم یونس بلند شدن دعا کردن، خدا بخشیدشون، مستقیم از خدا خواستن، در حالی که پیغمبر خدا ناراضی کرده بودن. اینجا قوم لوط پیغمبری مثل ابراهیم میخواد شفاعت کنه که مهلت بده، یه روز مهلت نمیده. با شیعه میگه شفاعت، شیعه میگه غیب، شیعه میگه چرت، شیعه میگه پرت، شیعه میگه اهل بیت با زن پیغمبر فحش میده. همش در چهار آیه براتون جمع کردم، باز که به شما حرف میزنم میگه آقا نمیدونم سجودی وهابی، سجودی نمیدونم اینجوری، سجودی جاسوس آمریکا، اسرائیل، من شیطان رجیم، شما جواب قرآن بده. خب من اینجا آیه کم تون میشم، شما فکر میکنید که مسئله جدیه، مسئله بهشت و جهنم. یک داستان براتون بگم، باز بقیه داستان بگم.
بعضی قاضی ها خیلی ابهت دارن. داستان قاضی های مشهور دنیا رو خونده بودم، یه قاضی تو مصر بود، هرگز جلوی مردم غذا نمیخورد، هرگز نمیخندید، معمولا ابهت خیلی زیادی داشت. یه روزی تو مجلس نشسته بود، دو نفر با هم بحث میکردن. این داره الان میخواد قضاوت کنه، با توجه داره گوش میده، اون موقع مردم هم مینشستن، الان هم همینجور هست کم و بیش. یکیشون دیگه یک حرفی زد که متضاد در اومده بود. قاضی حالا ازش میپرسه، حرفش کمی به اصطلاح امروزی یا سوتی بود. یکی از این چیزا خندید، از این هزار. قاضی اونو ول کرد، اینو گرفت گفت چه کجای جای خنده است؟ داد زد سرش، گفت این چه وقت خنده است که من قاضی بین بهشت و جهنم سرگردان هستم؟ یعنی اگر من حکم غلط بکنم جهنم میرم، تو برای چی میخندی؟ اون بابا یک هفته میگه مریض بود از این هیبت قاضی. حالا بعضی وقتا جای خنده نیست. تو میبینی هر آیه قرآن علمایش یه لگد میکنه زیر پا میذاره، باز میگه یا حسین. امروز تو تظاهرات حرفای خوب میزنن. حسین شعارشون، نمیدونم چی افتخارشون، دزدی افتخارشون، یه چیزایی میگفتن توی تظاهرات، حالا من یادم رفت. خب حالا فرشته ها از دیگه از پیش حضرت ابراهیم بلند شدن، اومدن پیش قوم لوط، پیش حضرت لوط. الان با هم صورت نوجوان و جوان هستن دیگه، و قوم لوط هم قومی هست که جوانا رو نمیذاره، به زور میبره خونه، باشون لوات میکنه. حالا توجه کنید. ولما جاءت رسولنا لوطا سی ابهم و زاغ بهم ذرعا و قال هذا یوم عصیب. بیارید لطفا دیگه خدا فرمان. حالا میگه این سه تا فرشته بلند شدن رفتن پیش لوط. وقتی اینا رو دید آقا دل تنگ شد، زمین سرش تنگ شد، گفت امروز خیلی روز سختیه، امروز خیلی روز سختیه. چون میدونست که ببین مهمان دوستی لوطو ببین، اینا مهماناش بودن دیگه. اینا رو که دید میتونست که قومش چجوریان. ببین حالا معنیش بهتر از گفتن منه. هنگام که فرشتگان ما به صورت جوانانی به پیش لوط در آمدن، حضرت لوط در آمدن، حضرت لوط بسیار از آمدن آنها ناراحت گردید. نه به خاطر مهمان نوازی ناراحت بشه، نه، و دانست که قدرت دفاع از ایشان در برابر قوم تبهکار خود را ندارد، و گفت امروز روز بسیار سخت و دردناکی است. یوم عصیب یعنی روز دردناک، خیلی روز سختیه. آقا قومش اومدن، ها، حالا دیگه قوم خبر شدن، از طریق زنه خبر شدن، در حالی که شب اینا رو خونه برد، همین زنش که به اصطلاح زن حضرت لوط، شب اینا رو خونه برد. و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون سیئات. میگه آقا قومه با خبر شد، آقا با شتاب اومدن. و قبل اینا میگه، در قبل هم میگه اینا عادتشون بود که کارهای بد میکردن، لوات میکردن. قال یا قومه ها اولای بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. ببین مهمان نوازی رو ببین. مهمان نوازی، من که گفتم قرآن برای ناظر نشده که ما با کله حضرت حسین گریه کنیم، برای ناظر نشده که ما برای رقیه گریه کنیم، برای نازل شده که مهمان نوازی رو یاد بگیریم. مهمان نوازی ابراهیمی دیدی اینجا چی میگه؟ این فرشته اومدن برای چی؟ اینا پیغمبر خدا شدن. گفت ببینید ای قوم، به معنیش ببینید، قوم لوط از ورود این جوانان زیبا آگاه شدند و شتابان به سوی حضرت لوط آمدند، قومی که آلوده به گناه بودند و بیش از آن هم عمل زشت و پلشتی چون لوات انجام میدادند. حضرت لوط به ایشان گفت ای قوم من، ببین خوبی بهشون میگه، شرمتان باشه، بر مهمانان من ببخشید، و اینها دختران منند و برای شما از آمیزش با ذکور پاکیزه ترند، من حاضرم آنان را به عقد شما درآورم. ببین حاضر بود دخترش به اونا بده که باش عروسی کنن، ولی به مهمان دست نزنن. پس از خدا بترسید و در مورد مهمانانم مرا خار و رسوا نکنید، در حالی که خودش که گناه نداره، ولیکن باز میدونست که اگه مهمونش دست بزنن توهین به ذلیل میشه خودش و به ایشان تعدی و تجاوز منمایید. آیا در میان شما مرد راهیاب و راهنما یافت نمیشود؟ یعنی میگه یک عاقل هم بین شما نیست، همتون گاوید. خب اونا بهش گفتن که آقا جون، تو میفهمی که ما دخترتو نمیخوایم، تو میفهمی که ما مردم لواطکار هستیم. اینجا باز حضرت لوط نمیدونه که اینا فرشتن ها. اینو میخوام بهتون بگم، الان مهمان نوازی اصلا بس من از بین برد. برگردیم، شیعه میگه نمیدونم امام چی میدونه و چی نمیدونه. اینجا حضرت لوط نمیدونه که اینا فرشته هستن، دخترم داره میده، گریش هم گرفته. آخه اونا دلشون سوخت. در آیه بعد میگه که ای کاش من زور میداشتم شما رو میزدم. میخوام الان تموم کنم چون میخوام کلیپ شیعه رو نشون بدم، وقتم کمه. میگه که آقا کاش من زور میداشتم شما رو میزدم، کاش من میتونستم برم در یه قلعه از شما پنهان بشم. بیچاره زله شده بود حضرت لوط، دید دارن اونا حمله میکنن دیگه. خب میفرماد چی؟ لوط گفت ای کاش بر شما توانایی میداشتم تا مثلا
قدرت می داشتم یا می رفتم در یک تکیگاهی. خب بیارید لطفا. قال لو ان لی بکم قوه او آوی الى رکن شدید. ای کاش من میگه قدرت می داشتم، ای کاش من می رفتم در یک جای، در یک قلعه محکم خود پنهان می کردم که به مهمانم دست نزنی. دل فرشته سوخت یا این وقت بهش راستشو گفتن. قالو یا لوتو اینا رسول ربک. بابا میگه اول بگو تو که ما رو کشتی. لن گسلو الیک. گفتن ای رسول، ای پی، ای لوت. لوت حالا اونجا بیچاره داره عرق میریزه، داره خود میکشه، دختراش عرضه میکنه برگردیم تا فرم. آخه فرشته ها گفتن لوت اینقدر جوش نزن بابا، ما اینا رسول ربک. لن گسلو الیک، به تو دستشون نمیرسه، ول کن. اونا زورشون به من نمیرسه. آقا یک برق زدن همشون، چشمشون کور شد، رفتم خونه. حضرت لوط گفت خب ای کاش زودتر میگفتین، تمام روز که منو کشتید شما. من که تمام روز نگران بودم که اینا بیان به شما تجاوز کنن، شما که فرشته بودید خب اول به من میگفتید، آخر لحظه اومدید گفتید که منو کشتید زنده کردید. حضرت لوط غیب نمیدونست. اینه کی میگه؟ من میگم، قرآن میگه. خب آخوند شیعه چی میگه؟ خودت بیا بشنو ای بیننده، خودت بیا بشنو. من این حرفا رو زدم، حرف آخر آخوند شیعه میزنه. اون از چی میگه؟ میگه امام راحل گفت. امام راحل کیه؟ یک سیک بوده براتون گفته. امام راحل گفت. نگاه کنید قرآن چی گفت؟ بیارید ببینید. تا حالا این حرفا رو شنیدید؟ در گوشتون فرو رفت؟ اگه نرفته پس حتما دنبال دنیا هستید. حالا حرف این احمق رو بشنوید. بیارید که گفتن آیا ائمه علیهم السلام از حاجات ما اطلاع دارن یا ندارن. عزیزم اگر نظر شیعه را میخواهید، نظر بنده را میخواهید، بله ائمه علیهم السلام آقا امام رضا که من امروز بخوام برم حرمشون از حضرت حاجت بخواهم، نه تنها الان حاجت منو میداند، بلکه قبل از آن که من به دنیا بیام، قبل از خلقت من، امام رضا میداند که من روز فلان، ساعت فلان، دقیقه فلان به حرم او میروم و این حاجت را از او خواهم خواست. به اذن الله تبارک و تعالی ائمه علیهم السلام از آنچه که بر قلوب مردم دیده شیعیان میگذرد آگاهی دارند. ما برای این ادعای خودمون هم از آیات قرآن هم از روایات مفصل دلیل داریم. از آیات قرآن هم خدای عالم صراحت دارد، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عملی هر چه میخواهید انجام بدهید، خدا میبیند شما را، پیغمبر میبیند، مؤمنون هم میبینند. آقا امام رضا فرمود مراد از المؤمنون ما ائمه هستیم، وگرنه مؤمنین عادی پشت گوششون هم نمیبینند. ما عقیدمون این هست. مرحوم آقای شیخ محمد رضای قمشعی از علما و بزرگان شیعه هست. امام راحل در کتاب مصباح الهدایه صفحه 121 نقل می کند از امام، از ائمه، که می گوید لهم الولایة المعنویه و السلطنة الباطنیه على جمیع امور تکوینیه و تجریدیه. ائمه علیهم السلام بر تمام امور تکوین و امور تشریع ولایت تامه دارند. به اذن الله تبارک و تعالی این سخن امام راحل به عنوان یک طبیب مسلم امام راحل، امام راحل چی کار از قرآن چی میگه؟ گوش بدیم بقیش. ده کرده. حالا وهابی ها میتونن تحمل کنن، اگر نمیتوانن ما میگیم قل موتو به غیظکم. مرحوم کمپانی شیخ محمد حسن اصفهانی از فقهای بزرگ شیعه هست، فقیه هست، اصولی هست، عارف هست، فیلسوف هست، خر است، الاغ است، سگ است. من میگم قرآن چی میگه؟ تو برای من میگی که نمیدونم فلان عالم است. عالم از کجا دلیل آورده؟ تو بهش میگی عالم است، ما بهش میگیم کافر است. قاضی بین من تو کی باشه؟ آیه نه این است که قرآن باشه. قرآن الان من این آیه آوردم معنی چیه؟ اینا پشت گوش خود نمیدیدن حضرت لوط و حضرت ابراهیم. جلوی گروه پشت گوش نگه، جلوی خودش هم نمیدید که این فرشته است میره براش گوساله میاره. جواب بده نه. امام راحل نمیدونه ابوالحسن اصفهانی فلان و بهمان گفته. کیو داری خر میکنی؟ اونا هم مثل تو بودن، تو هم مثل اونا هستی. همتون گمراه هستید. همتون گمراه هستید. ایشون هم صراحت دار، همین تعبیری که من در کردم عذر میخوام، عبارت شیخ محمد حسن اصفهانی. باز میگه شیخ محمد اصفهانی. بابا شیخ محمد اصفهانی از کجا گفته عزیز من؟ عزیز من که نیستی، عزیز شیطان هستی. بگو.
در حاشیه‌شون بر مکاسب شیخ انصاری مرحوم قمشه‌ای میگوید. انصاری قمشه‌ای اینا کی بودن؟ آدمای مثل خودت بودن. فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم فالعالم من الذره الى الذره ظهورها و تجلیها. عربی میگه، عربی هر کس میتونه بگه، شعر عربی هم میخونه، ام کلثوم هم شعر عربی میخونه، مسیحی هم عربی میگن. خب معنیش بگو، از کدام آیه گرفتی؟ یا آیه بالاخره ما که هر چه آیه میاریم همش برعکس حرفای توه. تمام هستی ظهور و تجلی سلسله جلیله محمدیین صلوات الله علیهم اجمعین هستند. این سخن مرحوم قمشه‌ای است به تأیید امام راهب، به تأیید مرحوم شیخ انصاری، به تأیید مرحوم آخوند خراسانی و دیگر بزرگان شیعه. دیدی؟ ممنون تا فرمان. اسما رو ردیف کرد چون فهمید خیلی گن زده. حالا نگاه کن نظرشو، مثال اینجا یکم شکل بتونیم بیاریم نظر مثلا دکتر ملازاده رو به عنوان یک عالم سنی بشنوید. اصلا این کی میگه کفر 100%؟ فقط همینم بشنویم، خداحافظی میکنیم. این به اذن الله را شما به خاطر فرار از موضوع میگید، ولی این کفر و شرکی که شما میگویید، چه خودت و چه امام مقبوره، از کفر و شرک ابو جهل بیشتر و بالاتره. اگر علی می بود امروز گردن شما رو میزد بخاطر افتراهایی که بهش میزدید. ابو جهل و ابو لهب و ابو طالب و بقیه صنادید قریش این شرک ها رو نسبت بت‌های خود نمیگفتند. ای بت پرستان رافضی، ای قبر پرستان، ای زندیق ها، مردید بیا تو لندن اینجا با هم بشینیم این حرفا رو بزنی با هم دیگه. بله، ممنون تا فرمان. من نشنیم دو حرفشون از اول. فقط میدونم که هر کس بشنوی، حالا شما میگه آقای ملازاده تون دوست، برید یه کندرو رو پیدا کنید، برید همین علمایی رو که توی بلوچستان هستن یا تو کردستان هستن شاید که جرات کنن، یعنی نه از اون برید که خارج از کشور بگو آقا یکی این عقیدهش اینجوریه. آخر به خدا اگه یکی کمتر از زندیق بگه، یکی نمیتونه نگه. آخر نمیشه که قرآن یه چیز میگه اینا بر چیز میگه. یعنی اون معتدل ترین اینا رو زندیق میگه اگه این عقیده رو داشته باشه. میگه به اذن الله، به اذن الله. خب اگه اینطوری به اذن الله، من نمیتونم بگم به اذن الله من خدا هستم، میشه هم چیزی؟ میگه من همیشه میگم، میگه به اذن الله خدا از خودش فوتوکپی گرفته. معنی حرف اینا اینه، سر شما یه کلاه دو گوش گذاشتن، شیره مالیدن، امام رو خدا کردن. ولیکن من آیات قرآن براتون آوردم دیگه، شما میفهمید و خدای خودتو روز قیامت. معذرت میخوام از اینکه کمی تند صحبت کردم، گاهی باید شما رو تکون داد و من نور سعی کردم این کارو بکنم. الله حافظ و نگهدار شما. من کلب زینبم، من کلب زینب، مجنونه تو قیم رفتونه تو قیم رفتونه. ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمین، مالک زمین ما. من قبول ندارم از زمین میرم. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن، علی و معاویه یه جا برن، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده نیکنه منو به حقا برنه، امام حسین در ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر. رضا وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخواه مریضمونو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیته. یعنی منو بل من جن طبو، یعنی منو بل من جن طبو.